بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما به خیر. امروز هم یکی از روزهای عیده، عید شما مبارک باشه. دلیلش رو الان عرض میکنم خدمتتون. خدا رو شاکریم که امروز هم توفیق این رو داریم به صورت زنده و مستقیم استدیوی بین الحرمین مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، شهر مقدس کربلا، با برنامه سلام کربلا در خدمت شما بزرگواران هستیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. عزيزان بيننده، امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و خرم، صحیح و سالم، در زیر سایه آقا امیر المؤمنین، سایه آقا حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، همینطور که از قبل متنعم بوده و هستیم ان شاء الله، تا هر اون چرا که خدای منان برای ما مقدر کرده همچنان بر سر سفره خان و کرم اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین مهمان باشیم. اما اینکه عرض کردم امروز هم عیده، امروز روز 14 ماه ربیع الاول و طبق تقویم مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، در یک همچین روزی در سال 64 هجری قمری یزید ابن معاویه علیهم آلاف اللعنت والعذاب در یه همچین روزی به هلاکت رسید و به درک واصل شد. یزید ابن معاویه قاتل آقا سید الشهدا سلام الله علیه، کسی که حاضر شد برای چند روزه دنیا به زور به اعوان و پیروانش دستور بده خون فرزند حضرت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو به زمین بریزند تا بتونه چند روزی حکومت بکنه. و حقیقتا اگر دقت بکنیم سال 64 هجری و شهادت آقا سید الشهدا سلام الله علیه سال 61 هجری، فقط 3 سال، آیا واقعا ارزش داشت؟ خدا حفظ کنه همه مبلغین مراجع عظام رو،
خصوصا حضرت آیت الله العظمى حسی صادق حسینی شیرازی، که ایشون فرمودن کو حالا یزید و کجاست امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلامی که زیر بار ذلت و زور نرفت و شعار خیلی بلندی سر داد و هیهات من حد ذله رو فرمود، نخواست بیعت با ظالم بکنه، بیعت با کسی بکنه که میدونست هم عملکرد خانوادگی این فرد رو میدونست و هم این که از وجنات خود ظاهریش پیدا بود. یزید فرزند معاویه، حکمران دین و اسلام باشه، خود یزید که سهل بود، خود معاویهش چی بود؟ باز معاویه چه؟ خود ابو سفیانش که بود. و این شجره خبیثه میخواستن از آقا سید الشهدا سلام الله علیه بیعت بگیرن و به عنوان خلیفت الله، خلیفه رسول خدا، بر این مردم حکومت بکنن. آیا امام به وظیفه خودش عمل نکرد؟ آیا امام به دستور خدا عمل نکرد که باید جلوی ظلم بایسته؟ الحمدلله رب العالمین که از شیعیان همچون مولایی هستیم. و اما با طبق همین تقویم در سال 170 هجری قمری هلاکت موسی بن مهدی فرزند منصور دوانقی هست که قطعا خلفای بنی العباس رو امیدوارم که خوب راجعشون بخونید، هم راجع به خلفای بنی امیه هم بنی العباس خوب بخونید و ببینید چه جنایت‌هایی که در حق اهل بیت و دوستداران اهل بیت نکردن. یعنی به جایی رسیدن که خودشون فکر میکنم خسته شدن. اون ملعونی که بیش از 70,000 سید رو به عنوان یک دیوار گوشتی این طرف و اون طرفشون رو دیوار کشید و بنا کرد اطرافشون رو، بعضن رو زنده به گور، بعضن رو کشتند. اینها از کوچکترین جنایت های بنی امیه و بنی العباس هستن. بله، امروز ها روز هلاکت موسی بن مهدی فرزند منصور دوانقی از خلفای بنی العباس، معروف به موسی الهادی، که مسبب فاجعه فخ بود و در سال 170 هجری قمری به هلاکت رسید. امروز هم از روزهای شاد اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. امیدوارم که همه عزیزان تحقیقات خودشون رو انجام بدن، بشناسن آقا امام حسین علیه السلام و ائمه اطهار برای چه مقابل یک همچین ظالمانی ایستادن و قبول نکردن زندگی ذلتبار رو در برابر آزادگی. خب امیدوارم هر چه زودتر با رفع این موانع و این وبا راه‌های کشور عراق باز بشه به صورت کامل. شما هم بتونید از هر کجای دنیا که دلتون میخواد به کربلای معلا سفر کنید، از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید. ولی قبل از اینکه صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم، در پارت اول طبق معمول روزهای فردمون که از سخنان حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی ذاکری استفاده می کردیم، امروز ببینیم جناب
ذاکری برای ما چه فرستادن در ارتباط با تربیت فرزندان، نوع تعامل پدر و مادرها با فرزندان و بالعکسش، و همچنین ساختن یک خانواده که نمونه یک اجتماع کوچک هست چقدر در دین ما مؤثر هست، چون با ساخت یک اجتماع خوب و زیبا با منظر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین باعث ساختن یک جامعه میشه، و اون جامعه ان شاء الله وقتی که پیروی بکنن، وقتی که رهرو و دنبال رو باشن، قطعاً رستگاری درش هست. چهارمین قسمت از فرمایشات حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی ذاکری با عنوان من و فرزندم در اختیار ما و شما هست، ان شاء الله با هم ببینیم و بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر عزیزان محترم و بینندگان عزیز که برنامه ما را می‌بینند. ما در این برنامه سعی می‌کنیم بین خودمون و فرزندان خودمون یک گپ دوستانه‌ای داشته باشیم و همدیگه را بیشتر ببینیم و بیشتر درک بکنیم. روایتی رو مرحوم طبرسی در کتاب تفسیرش نقل میکنه. طبرسی از مفسرین بزرگ شیعه است که اقوال شیعه و سنی را هم نقل میکنه و اینجا در کتاب مجمع البیانش معنا کرده آیه شریفه اطاعت از پدر و مادر را. در این بحث روایتی را از آقا امام رضا آورده که حضرت رضا از پدرشون امام صادق نقل می کنند. حضرت صادق فرمودند که اگر خداوند لفظی را مختصرتر از اف سراغ داشت، یا اگر لفظی بود، خدا که هر چیزی را میتونه درست بکنه، اگر لفظی بود مختصرتر از اف، خدا اون رو بیان میکرد. ما ناتوانی خدا رو به هیچ وجه فکر نمی کنیم. ما توانایی خدا رو فکر میکنیم. روایت میخواد بگه لفظی از این مختصرتر نبوده که خداوند در قرآن بیان بفرماد. این اف گفتن ما در دو جا داریم که بهشون اف نبود. یکی در قرآن کریم داره برای پدر و مادر، در روایات یک جای دیگه هم داره برای مرده که مرد به زنش نگه اف. حالا بحث اون انشاءالله در یک وقت دیگه می کنم. در برنامه های گذشته هم این مطلب را عنوان کردم. پس آنچرا که بین پدر و فرزند به وجود میاد، اگر خستگی به وجود آورد، اگر ناراحتی به وجود آورد، یک وقت این عبارت اگر چه کوتاهه، این عبارت رو به کار نگیرید. مثل این عبارت هم هست، ممکنه اوه بگید، ممکنه هر عبارت دیگه رو شما بگید. قرآن از کلمه اف استفاده کرده. و در روایت دیگری باز از امام صادق حضرت فرمودن ادنى العقوق اف. عقوق یعنی عاق شدن، یعنی این است که پدر من یا مادر من اعلان میکنه که از من راضی نیست. اینو بهش میگن عقوق. اگر کسی پدر و مادرش بگن که ما از او راضی نیستیم، این منبوذ از درگاه خدا میشه. خدا هم از او خوشش نمیاد و تا زمانی که پدر و مادر از او راضی نشن، خداوند هم از او راضی نمیشه. چون رضایت خداوند در رضایت پدر و مادره. حالا اینکه یک کسی بیاد و بگه این اف معناش حقوق هست یا نیست، یه بحثیست لفظی، هر کسی میتونه بحثی رو انجام بده. اما اینجا در روایت از حضرت اومده، حضرت صادق میفرمود که کمترین درجه عاق شدن برای پدر و مادر، کمترین درجهش این است که به اونها بگه اف. باز حضرت میفرمود لو علم الله شیئا ایسر منه و اهون منه لنهى عنه. اگر خداوند چیزی را بود از این کوچکتر، از این واژه کوچکتر
و خلاصه تر خداوند اون رو بیانش میکرد. فالمعنا فرمایش حضرت صادقه الله تؤذه ما به قلیل ولا کثیر، یعنی هرگز پدر و مادرت رو اذیتشون نکن، چه کم و چه زیاد، یعنی هرگز در مقابل اونها اون برخوردی که در مقابل دیگران ممکنه پیدا بکنی که بخوای مجازات بکنی یا بخوای برخورد تند داشته باشی با پدر و مادر نداشته باشی. باز مرحوم ببرسی در تفسیر ولا تنهرهما می‌فرماید ای لا تزجرهما به اغلاب و سیاح، یعنی اینکه داد سرشون نزن، حرف درشت بهشون نگو. من اینو تکرار میکنم که این برخورد شما با پدر و مادر همان مسئله ایست که برخورد شما با فرزنده. در مقابل پدر و مادر واجب است که ما با اونها به اخلاق برخورد بکنیم، اما این وجود به ما یاد میده که در مقابل فرزندانمون هم با اخلاق برخورد بکنیم. داد سر فرزندانمون نزنیم، خشم ترش رویی در مقابل فرزندانمون نکنیم. اگرم خیال میکنیم میخواییم تربیتشون بکنیم، تربیت زمان عوض شده، تربیت به اون نیست که بخوای داد بزنی. خود داد زدن خوب نیست، تعبیر قرآنیه که داد زدن این روش چارپایانه و یه نوع به خصوصی از چارپایان که خیلی هم دادش بلنده. پس داد زدن هنر نیست، داد زدن سر فرزند هنر نیست، داد زدن سر همسر چه زن چه مرد، هر دوی اینها عبارت همسر درشون صحیحه، داد زدن سر اونها هنر نیست. این افراد فرومایه هستند که از داد زدن استفاده می کنند، از ترش رو شدن، ترش رو کردن در مقابل دیگران استفاده می کنند. خدا به این شکل می خواد به ما یاد بده پدر وظیفه داری چه بکنی؟ همین وظیفه رو در جای دیگه داری، منتها یکیش واجبه یکیش مستحبه. پس اگر شما میخواهید خودت را بسازی، من خودم رو میگم اگر بخواهم خودم را بسازم باید یاد بگیرم از آن چرا که خداوند درباره بزرگترها گفت، یاد بگیرم درباره کوچکترها هم اعمال بکنم. این خیلی مهمه. و قیله باز مرحوم طبرسی میگه معناش گفتن لا تمتنع من شیء اراداها منک، گفتن معنای این کلمه لا تنهرهما معناش این است که اگر چیزی ازت خواستن ابا نکنی، سهلنگاری نکنی، چیزی اگر لازم داشتن. چرا؟ چون قرآن کریم ایشون استدلال کرده به این آیه شریفه و اما السائل فلا تنهر. قرآن کریم داره اگر کسی از شما یک سوالی کرد، یک خواسته ای داشت، این سوال یک خواسته است، میخواد سوال آدرس باشه، میخواد سوال از یک مسئله علمی باشه، میخواد سوال بکنه نیاز باشه، یعنی از شما پول کمک بخواد. من یادمه توی حرم آقای امام حسین بودم، مشغول زیارت بودم، حال پیدا کرده بودم. اینا من همین داستان رو یک مقالش کردم و در وبسایت خودم هست، عنوانش هم گذاشتم در فکر تو بودم که یکی حلقه به در زد. داشتم زیارت میخوندم، حال پیدا کرده بودم، یکی از عزیزان آمد، نمیشناختمشم، زائر بود، اومد دست و شونه من گذاشت، گفت حاج آقا معنای این عبارت زیارت چیه؟ و یقینا رشته افکار من پاره شد، یقینا اون حالی که داشتم دیگه اون حال رو من پیدا نکردم، اما همون موقع داشتم فکر میکردم که واقعا وظیفه من، تکلیف من این بود که به این جواب بدم. اینو خدا بیشتر دوست داره یا این که محلش ندم و مشغول عبادت خودم و زیارت خودم بشم. عرض کردم بعد از اونم دیگه اون حالت به هم دست نداد، اون شب در اون زیارت. اما تکلیف شرعی من این نبود که تندی بخوام بکنم، تکلیف شرعی من اینه که این یک شخصی نیاز پیدا کرده به من، یک مطلب علمی رو میخواد یاد بگیره، معنای یک واژه‌ای رو میخواد یاد بگیره. اگر پول هم از من میخواست، یک نیازمندی بود که اومده بود، فقیر بود، صدقه میخواست بگیره. ما یاد میگیریم در برخورد با بزرگترها، یاد میگیریم با غریبه ها چگونه برخورد میکنیم، یاد میگیریم با زیر دستامون چگونه برخورد میکنیم، یاد میگیریم، گفت باید یاد بگیری ادب را،
حتی اگر ممکن است اگر ادب را از پدر و پدر بزرگ و اینها یاد نگرفتی، یاد گرفتن برای تو مهمه، حتی اگر اینکه معلم تو یک بی‌ادب باشه، چه برسه به اینکه معلم من و شما پدران ما هستن. اونها به ما یاد دادن، اونها به ما فرهنگ آموختن، اونها به ما تعلیم کردن. پس بنابراین ممکنه یکی از معانی لا تنهرهما این باشه که اگر نیازی به شما داشتن، نیازشون را برطرف بکن، چون خود قرآن می‌فرماد که نیازمندی را با بد اخلاقی باهاش برخورد نکن. باز مفسر کریم جناب طبرسی آیه مقطع دیگه آیه را و قل لهما قولا کریما می‌فرماد و خاطبهما بقول رفیق لطیف حسن جمیل. وقتی که می‌خوای با اونها حرف بزنی یا اونها از شما یک سوالی کردن، با اونها یک جوری حرف بزن. سه تا ویژگیشون نقل کرده: لطیف باشه، حسن باشه، جمیل باشه. لطیف لطافته، حتی اگر با ناز و ادا بتونی جوابش بدی، اون چرا که در دل او بتونه اثر بگذاره. حسن یعنی کلام معقول بزن، زیبا بیان بکن کلام زیبای خودت را، و جمیل از تمام جهات این عبارت رو پرداختش بکن، پردازش براش درست بکن، زیباسازی بکن عبارتی را که میخوای بهشون بگی. بعیدون عن اللغو والقبیح، یعنی یک حرفی که حرف بیهودهی باشه، جواب بیهودهی باشه یا زشت باشه به اونها نگو. چرا؟ کرامتا لهما، به خاطر اینکه احترام اونها بر تو لازمه، چون قرآن فرموده وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه. قرآن فرموده که برای اونها با ترحم و مهربانی و عطوفت و دوستی و مهربانی با اونها برخورد بکن. ای باز معنا کرده بالغ فی التواضع والخضوع، یعنی مبالغه بکن، زیاده تواضع بکن، زیاده خودت را کوچیک بکن در مقابل اونها. قولا و فعلا، فقط قول نباشه که سینه سپر بکنی اما حرف نرم بزنی، نه، با تواضع بیشتر، هر چرا که ممکنه تواضع بکنی تا اونها بیشتر لذت ببرن. برن به ما، به خاطر اینکه کار خوبی نسبت به اونها انجام داده باشی. و شفقتا لهما، و به خاطر اینکه اونها رو دوستشون داری، رفیق شفیق اونها هستی. و المراد به ذل هنا اللین و تواضع. ایشون می‌فرماد منظور از اینکه اینجا ذلیلانه پروبال خودت رو پهن بکنی جلو اونها به این معناست که نرم و با تواضع با اونها سخن بگی. دون الحوان من خفض الطائر جناحه، اون پرندهی که میخواد پرواز بکنه به خودش باد میندازه تو بدن خودش تا بتونه بالهای خودش رو به حرکت در بیاره. شما برعکس اون عمل بکن، یک جور عمل بکن که او از شما بیشتر محبت و عنایت را ببینه. و در ایشون تتمم دارد که ضم ابویک الی نفسک کما کان یفعلان بک و انت صغیر، پدر و مادرت رو خودت در مادر خودت رو در بغل بگیر، همون جوری که اونها تو رو در بغل میگرفتن وقتی که کوچک بودی. این خیلی مهمه که شما پدر و مادرت رو بغل بکنی. این خیلی مهمه که پدر و مادرت را سر در دامان اونها بگذاری، سر اونها رو در دامانت بگیری. اگر سنشون بالا رفته و اونها ناراحت نمیشن، میشه سر اونها رو به بالین بگیری. اما اگر اینکه اونها سنشون بالا نیست، شما سر به بالین اونها بگذار، ناز بکن در بغل اونها همون جوری که در بچگی ناز میکردی در بغل اونها. پس بنابراین اگر اینکه ما بخواهیم رضایتی را درست بکنیم از پدر و مادر، که یاد گرفته باشیم همین رضایت را در فرزندان خودمون ریشه بدونیم و در اونها بکاریم تا ریشه بدونه، همین مسئله است که ما باید نسبت به اونها با مهربانی و با محبت برخورد بکنیم و برخورد داشته باشیم. من آیه رو دوباره براتون میخونم تا اینکه مرور کرده باشیم. در سوره اسراء آیه های 23 تا 25، بسم الله الرحمن الرحیم. و قضا ربک
الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بكم ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين انه كان للاوابين غفورا. خدا میفرماد این نوع برخورد شما با پدر و مادرت دعایی است به درگاه من. من وقتی که میبینم تو اینجور نسبت به پدر و مادرت مهربانی و محبت میکنی، من هم در حق تو لطف میکنم، مهربانی میکنم، محبت میکنم. اینها چیزهایی است که ارزش هایی است خداوند به عنوان یک تکلیف برای ما بیان کرده نسبت به پدر و مادر. همین مسئله در جامعه اجرا میشه، همین مسئله در خانه کوچک اجرا میشه نسبت به فرزندان. یعنی که اگر فرزندان شما یک برخوردی داشتن، فرض بکنید شما فرزندتو بغل کردی، یعنی میبوسی، او ناخودآگاه از روی محبت یک سیلی تو صورت شما میزنه، شما نباید فورا سیلی تو صورت او بزنی. اینجور نیست که هر کاری را که او کرد شما بکنی، شما باید او رو بگیری ببوسی. یه فردی در بیرون یک برخورد بدی با شما داشت، شما سه تا حالت رو میتونی انجام بدی، یا شما برخورد بد باش داشته باشی، یا محلش ندی، یا برخورد خوب داشته باشی. اونی که پیغمبر اکرم انجام داد و ما حسب فرمایش قرآن کریم وظیفه داریم پیغمبر اکرم را الگوی خودمون قرار بدیم، سومیه. بلکه خداوند در قرآن به پیغمبر اکرم میفرماد ای رسول ما، اگر بخوای تندی و بدخلاقی با مردم داشته باشی، مردم از کنار تو دور میشن. حتما شما دیدید پدر و مادرانی که نسبت به فرزندانشون بدخلاق هست. این فرزند وقتی بزرگ میشه فاصله میگیره از پدر، چون هرچی دیده بدی بوده. ممکنه پدر خیال میکرده که میخواد تربیت بکنه فرزندش را، اما این تربیت نیست. اونهایی که خیال میکنن تربیت یعنی زدن، اونهایی که خیال میکنن تربیت یعنی تشر زدن، خیال میکنن تربیت یعنی داد زدن، اینها کاملا در اشتباه هست. ما حق نداریم نسبت به فرزندانمون حتی ترش رویی بکنی. اونها باید همیشه از ما محبت را ببینن تا در حق دیگران هم محبت انجام بدن. ما معلم اونها هستیم. این تعلیم را خداوند جوری قرار داده که ما در حق پدر و مادر را انجام بدیم تا فرزندان ما ببینن ما با پدر و مادرامون چگونه برخورد کردیم. هم خودمون را ساختیم، هم به وظیفه‌مون نسبت به پدر و مادر عمل کردی و هم درس خوبی به فرزندانمون دادی. امیدوارم این مقدار از بحث برای این مقدار از وقت مفید باشه. تا برنامه دیگر شما را به خدای سبحان می سپارم انشاءالله. خدا نگهدارتون. امیدوارم همینطور که جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری فرمودن به بهترین وجه دریافت کنیم این راهکارها رو، این نوع و شیوه زندگانی رو و این فراز از زیارت عاشورا رو که از کلامهای خیلی مهم هست واقعا به کار بگیریم و خدای تبارک و تعالی این فراز رو در حق هممون به استجابت برسونه. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. حقیقتا خیلی مهم هستش که ما انشاءالله سیره پیامبر اکرم و اهل بیتشون رو به کار بگیریم که رستگاری در همین هست. و اما
موقع اون رسیده که انشاءالله صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم. یه شکوایه خیلی کوتاه با عنوان درد و دل خدمت خدای تبارک و تعالی تقدیم بکنیم و انشاءالله به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم، رو به گنبد و بارگاه آقا سید و شهدا قرار بگیرم، سلام بدیم خدمت اماممون، خدمت سرورمون، خدمت ارباب بی کفنمون و بعد از اون صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلواتك عليه و آله و غيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره برحمتك يا أرحم الراحمين. ان شاء الله هر جا هستید صحیح و سالم باشید. از این که راه‌های دیدن مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام رو به دوستانتون عزیزانتون در هر کجای این کره خاکی که هستن هدیه میدید، شماره تماس برنامه رو هدیه میدید، اونها هم ان شاء الله با دیدن تصاویر حرم آقا سید و شهدا بتونن زیارت بکنن و درخواست بکنن، حاجت بخواهن از آقا امام حسین، هر چه زودتر با رفع این موانع بتونن اونها هم مشرف بشن کربلا، شما هم مشرف بشید کربلا و نجف و کاظمین و سامراء حضوراً در حرمهای مقدسه باشید، خدمت ائمه اطهار عرض سلام و عرض حاجت داشته باشید. انشاءالله هر عزیزی در هر کجای این کره خاکی که هست هر مرقد و جایگاهی رو که میخواهد زیارت بکنه خدای تبارک و تعالی عنایت میکنه، هر چه زودتر راه‌های همه جا باز بشه، این بیماری از بین بره و هر کسی هر جایی رو که دلش میخواد زیارت بکنه بتونه خودشو برسونه و زائر باشه. بیشتر از این شما رو منتظر نگذاریم. هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين،
السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم. السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب. السلام عليك وعلى عزيزة الحسين رقية. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا نکنه میخوای بگی که برات موکد میشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این خدا اون روز و نیاره که برات گریم نگیره، خدا اون روز و نیاره بی تو قلبم شتیره، نگو نمیشه کربلات بیام روم و زمین نزن حسین، آقا توی صحن و سرات بیان روم و زمین نزن حسین. قبول باشه زیارت هاتون بزرگواران، امیدوارم هر چه زودتر مشرف بشید کربلا و از نزدیک ظاهر آقا سید و شهدا باشید. معطل نکنیم شما رو، پشت خطی داریم. شماره تماس ما 209647716 در اختیار شما و همه اون عزیزانی هست که شما این شماره رو بهشون هدیه میدید. اون بزرگواران هم مثل شما تماس میگیرن انشاءالله با آقا امام حسین علیه السلام، صحبت میکنن، سلام میدن، عرض حاجت میکنن و اونها هم دلهاشون کربلایی میشه. عزیز دلمون کارگردان محترم الان شماره تماس رو براتون زیرنویس میکنن، من خوندم براتون، یه بار دیگه بخونم. بله چشم، 209647716 هست. کافیه شماره گیری بکنید و خود صدای خودتون رو به کربلای معلا همانند این عزیز بزرگواری که الان پشت خط هستن برسونید. سلام علیکم و رحمت الله، به کربلا خوش اومدید. بفرمایید. من این ایام مبارک رو به شما و همه بینندگان عزیز تبریک میگم. اگر اجازه باشه میخوام یه سلام بگم. خواهش بکنم، بهترین کار همینه، ما هم به شما التماس دعا داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا ابوالفضل، یا قمر بنی هاشم، یا ساقی دشت کربلا.
آقا تو رو خدا ما رو به طلب این مریضی رو از این زمین بردار، همه جوانا رو خوشبخت کن. حاج آقا ما رو دعا کنید، دست شما درد نکنه. براترم رو خودت بده، قبول باشه زیارتتون انشاءالله، حاجت روا باشید و هر چه زودتر مشرف بشید کربلا. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، أنا الأرباب ألت بسناوي عليكم مني جميعا سلام منذ أبدا ما بقيت وبقي ليلي والنهار، أجعل الله آخر أهلي مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولانا أبو الفضل واتمنى بني آشيم. السلام عليك أزلت زينب سلام الله عليها. السلام عليك أزلت زكريا بنت الحسين. السلام عليك أزلت زهراء سلام الله عليها. خداوندا أزلت زهراء سلام الله عليها رفي شما شفي نارم انشالله را بازشم و انشالله به زیارت شان بیاییم. خوبوش آقا عبد الفضل و آقای ممکن علیه السلام بیاییم. در جهان تا زنده ام گویم ثنای فاطمه، دست حاجت میبرم سوی خدای فاطمه، در برای درد بیبرم درمان مداوا طالبی، رایگان درمان کند دارالشفای فاطمه. اللهم عزیز ولی کالفرج، اللهم عزیز ولی کالفرج. قبول باشه خواهر بزرگوارم، التماس دعا قربان تن آقا. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدار شما. کربلا صل على محمد وآل محمد وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد قتيل العبرات وأسيل الكربات صلاة نامية مباركة يسعد أولها ولا ينفد آخرها أفضل ما صليت على أحد من أولاد أنبيائك المرسلين يا إله العالمين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا ثار الله بمن ثار، السلام عليك يا مولا يا أبا الفضل العباس، يا قمر بني هاشم، يا ساقي أتاشا كربلا. يا أبا الفضل العباس أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله والأمير المؤمنين والحسن والحسين، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليك يا زينب كبرى، يا بنت علي المرتضى، يا جبل السر، يا أم المسائب.
السلام عليك يا رقيه يا بنت حسين الشهيد يا عزيزه الحسين السلام عليك يا قائم آل محمد يا ابا صالح المهدي يا صاحب الزمان يا خليفه الرحمن يا شريك القران اسعد الله ايامكم يا صاحب الزمان در این جهان به خدا تا رمق به جان من است همیشه نام حسین بر سر زبان من است چه گویمش که محمد به وصف او فرمود منم از آن حسین و حسین از آن من است اللهم عجل ولی و کلفرج اللهم عجل ولی و کلفرج اللهم عجل ولی و کلفرج لبیک یا حسین لبیک یا عباس لبیک یا مهدی یا صاحب الزمان التماس دعا دارم عجتون با آقا سید و قبول باشه انشاءالله این شما مبارک یا علی مدد خدا نگهدارتون انشاءالله حاجت روا باشید ممنونیم از تماستون میگم صادقانه هرچی دارم از خودت و دارم نون از سفره تو قبول باشه خواهر بزرگوارم حاجت روا باشید انشاءالله هر چه زودتر مشرف بشید کربلا ممنونیم از تماستون یا انشاءالله خدا عاقبت آخر عاقبت به خیری به همه عزیزان بده یا علی مدد کاشکی آخر عاقبت سرم زیر پاد بذار خیلی ممنون لطف دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا فاطمة زهرا یا بنت محمد یا رسول الله یا ابا عبدالله. السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا امیر المؤمنین. السلام علیکم یا اختک الحورا زینب. السلام علیکم یا قمر بنی هاشم. السلام علیکم عزیزة الحسین رقیه. السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا مولا یا ابا عبدالله. السلام علیکم یا مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت دفنایك. علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار. ولا جعل الله آخرا احد منی بزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام يا فاطمة زهراء يا بنت محمد يا رسول الله يا أبا عبد الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بني أبدي مادرم بني أبدي فدرم بني أبدي مادر شوارم بني أبدي پدر شوهرم بنی آباد خانوادم بنی آباد داداشم بنی آباد شوهرم بنی آباد بچه‌ام بنی آباد دخترم خدایا انشالله این مریض کرونا را سر تا سر دنیا برطرف کنی خدایا همه این مریضای دنیا را شفای عاجل بده بچه‌ی ما را دنیایش خدایا انشالله همه مؤمن مسلمان را آرزو را اجاد در آرزو اشتا اجاش بسنی مال ما را دنیایش خدایا مشکل گرفتاری همه مؤمن مسلمان را زبیش عیان را برطرف کن ما را دنیایش تشکر از برنامه خوب شما انشالله که خدا شما را همه شما را
خانوادش و همیشه سالم باشین انشالله که هر حاجات مراد دارین خداوند به شما بیده عجرشون با ابو عبدالله حسین. ممنونیم خواهر بزرگوارم از دعای خیلی انشالله حاجت صاحب زمان لبایک یا صاحب زمان لبایک یا صاحب زمان یا مهدی سلام یا مهدی جان. خدایا ظهور آقای امام زمان خدا شریف نزدیک بفرما. خدایا ظهور آقای امام زمان شریف نزدیک بفرما. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج. التماس الدعاء يا علي تشكر الشما خير ممنون لطف داري. صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین. از محتشم نوشتم شیواترین شدم، هر کس بزرگ بود که آقا نمی شود. من با حسین بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا حضرت محمد مصطفی، السلام علیک یا خدیجه الکبرى، السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا مرتضی علی، یا علی الولی الله، السلام علیک یا حضرت فاطمه زهرا بنت رسول الله، السلام علیک یا امام حسن مجتبى صلی الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ساکن کربلا یا سید و سالار شهید یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا ابن نبی الله، یا ابن امیر المؤمنین سید المسیح، یا ابن فاطمه الزهرا سید النساء العالمین، آقا جان سید و سالار شهیدان، میلاد پدر بزرگوارت رسول الله، جد بزرگوارت تبریک عرض میکنم. السلام علیک یا قمر منی بنی هاشم یا ابل فرز عباس، السلام علیک یا علم دار دشت کربلا یا باب الهوای جمال، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن سید المسیح، السلام علیک یا ابن فاطمه در ام البنی، السلام علیک یا قمر منی بنی هاشم، السلام علیک یا کفیل حضرت زینب، السلام علیک یا حضرت زینب کبرا پیام رسان کربلا، بنت رسول الله، بنت امیرالمومنین، بنت فاطمه الزهرا سید النساء العالمین، السلام علیک یا صاحب الزمان یا شریک القرآن یا مهدی زهرا. آقا جون تبریک عرض میکنم میلاد جد بزرگوارت. آقا جون روزی بیا عید بزرگش تمام شیعیان با ظهور بزرگ مهدی صاحب زمان برسه، تمام گرفتاری ها، مریضی ها، ویروس ها، گرفتاری ها، همه سراسر دنیا شیعان امیرالمومنین رفع بشه با ظهور صاحب زمان مهدی زهرا، صاحب اصل و زمان یا صاحب زمان یا مهدی زهرا. اللهم عجل ولی کل فرج، اللهم عجل ولی کل فرج، اللهم عجل ولی کل فرج. لبیک یا حسین، لبیک یا مهدی، لبیک یا حسین. التماس دعا داریم یا علی مدد، یا علی مدد. خدا نگهدار شما. قبول باشه زیارت هاتون بزرگوارم، امیدوارم هر چه زودتر مشرف بشید کربلا و از نزدیک زائر آقای امام حسین علیه السلام باشید. ما عذرخواهی میکنیم، من یه بار وسط صحبتام خدمتتون عرض کردم، واقعا از این که به شما مجال نمیدیم که با شما با ما بتونید احوال پرسی بکنید، تشکر بکنید و عرض میکنیم سریعا خدمت آقا سید و شهدا سلام بدید، به خاطر اینه که میبینیم روی تلفنمون پشت خطی هست، لحاظاست عذرخواهی میکنم. بخونیم با هم دعای فرج آقا امام زمانمون رو که انشاءالله با فرج مولا برای هممون فرج حاصل بشه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. امیدوارم هر اون چه که از خدا خواستید و هر اون چه که نخواستید خدای تبارک و تعالی از باب رحمتش همینطور که تا این لحظه به هممون عنایت کرده باز هم عنایت بکنه. ما در کربلا دعاگو و نایب الزیاره شما هستیم ولی خیلی بیشتر خوشحال میشیم که انشاءالله شما رو در کربلای معلا ببینیم. امیدواریم زنده باشید و باشیم بتونیم بهتر از اینها در حق شما و بقیه شیعیان خدمتگذاری بکنیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی. شکر خدا که تو هیئت تو سینه زن شدم. اگه گداتم از نوکراتم از کرم امام حسن شدم. غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم. غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم. یا حسین کرب و بلا جز به گریه کنان آقا اسمم و